عشق اینترنتی که پسره با دو تا خانم اینجا سر کار گذاشته، یه دختر 18 ساله رو با یه خانمی که با دو تا بچه هم داره 10-20 سالم از خودش بزرگتره، عاشق شده مثلا میخواد کلک بزنه فقط پاش به اینجا برسه. پلیز نگاه کنید، چون تیکه تیکه من تئاتر بازی میکنم، بعد تیکه تیکه من تحلیل علمی کردم از همه جهان، همه زوایا تحلیل شده. ازدواج سنتی یکیشم همینه، اینترنتی. میگم مثلا میان پلی من میگم چقدر میشناسی؟ نه ما 6 ماه 1 سال همدیگر رو میشناختیم، چه جوری پشت اینترنت؟ نمیشه، نمیشه پشت تلفن اینترنت، نمیشه. حالا خوب اسکایپ هست گود، ولی نیم ساعت یه ساعت که تو با هم آف کورس گودی گودی گودیه، آف کورس ماه عسلمونه. حالا بعضی وقت دعوامون هم میشه اون سویتیشه، بعد دوباره آشتی میکنی، ولی من هنوز نمیدونم تو چجوری غذا میخوری. من از بعد یکی کس دارم میگه حالم از غذا خوردنش با هم میخوره. چند سال ازدواج کردم؟ 15 سال ازدواج کردم. 15 سال میگه من حالم از غذا خوردنه. آقا هم میگه بدتر میکنه. من چی میروش میکنم؟ هرس میخوری بیشتر بخور. بدبخت بچه های اون وسط ببین چی چی در میان از هم دیگه. یعنی دو تا بچه در کنار هم به اسم پدر و مادر، به اسم پدر و مادر. ازدواج های سنتی همه اینا سنتیه. بعضی وقتا میگن که خب رفتیم ترکیه، یه هفته ترکیه بودیم اینقدر خوش گذشت. خب بابا یه هفته آف کورس خب معلومه خوش میگذره. هرچی من سویتیمه میارم واسه تو، هرچی شیرینیه تو، بعد همه چیرم که دیدی درست میشه، درستش میکنم، صبر کن. خبر بد اینه که هرگز ما نمیتونیم کسی رو درست کنیم. من بعد خودم درست شم، چون خرابترش میکنم که درست نمیشه، درست نمیشه. اون اگر بخواد تغییر کنه خودش باید بخواد تغییر کنه. اگر بخواد به خاطر تو تغییر بکنه مطمئن باش تمپوری و موقته، بدتر میشه که بهتر نمیشه. ولی ما دیدی اصلا میخوان ازدواج کنن. الان از دبی من یه کپل دارم، دختره 5 سال اینو عقد کردن، 5 ساله. دختر دختر خاله پسر خاله میگم، میگه خیلی ازش بدم میاد، اصلا چندشان میشه. میگم پس چرا باهاش، چرا میخوای ازدواج کنی؟ میگه چیکار کنم، اینقدر قربون صدقم میره، از ابوظبی تا دبی هر شب 100 کیلومتر میاد، یه کافی مثلا پشت پنجره واسه من میاره، گل میاره. دعوا تو همیشه هم دعوامون میشه، بابام نمیذاره، مامانم نمیذاره، مامان و بابام میگن از این بهتر گیرت نمیاد. ترس و استراب انداختن تو وجود این دختر، و این دختر اصلا این شوهرشو چون عقد کردشه دوستش میگه چند. بعد با آقا یک تازه شروع کردم، گفتش که خانم بابک اصلا تو ماشین اگه میشینیم به چشم من نگاه، اگه روبرو هم اصلا به من نگاه نمی کنه، فکر کنم خجالتیه. دیدی پسر خاله است، فکر کنم خجالتیه. گفتم فکر میکنی خجالتیه؟ دوستت نداره. من هنوز به خانمی صحبت نکرده بودم، فقط اینو از اون شنیدم. گفت نه کاری میکنم دوستم داشته باشه. چند سالشونه؟ همسنم هستم، 24-5 ساله. اصلا چرا داری ازدواج میکنی؟ خب چیکار کنیم؟ بعد ازدواج کنیم بگه. اه چرا باید؟ یادمون باشه قرن 21مه، ما حتما نباید، اگر کالا نیستیم نباید ازدواج کنیم، اگر کالا نیستیم نباید پدر یا مادر بشیم. کی گفته باید؟ نه نباید، به نفعمونه سینگل بمونیم. آره بدبختی اینجاست که به دخترم دختر ترشیده، به پسر نمیگن ترشیده ولی به دختر میگن ترشیده. ترشیده بمونیم خیلی بهتره تا اینکه شکست بخوریم و 4 تا قربانی هم تحویل بدیم. بذار به ما بگن ترشیده. اگر استقلال داری، البته تو پرانتز، چون من فرهنگ برام خیلی مهم، تو پرانتز بگم استقلال مالی نداره طرف، استقلال اجتماعی نداره، هنوز 40 سالش جرأت نمیکنه بره بیرون، هنوز اجازه نداره از خونه به تنهایی بره بیرون. ما اونا رو من اصلا نادیده نمیگیرم، اصلا. خب شرایط فرهنگی خیلی متفاوته، خانواده ها و شهرها متفاوتن، ولی مسئله چیز دیگه است که متوجه شد.